سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. دستاوردهای نخستین سفر رسمی رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا به چین. مقامات دو کشور راجع به تهدید کره شمالی که موقف احراز کردند. مسکو به زودی میزبان کنفرانس چند کشوری راجع به اوضاع افغانستان خواهد بود. اما مقامات افغان راجع به اشتراکشان در این نشست بیانات ضد و نقیض داشتند. و در بخش صحی برنامه امروز راجع به ایجاد واکسن جدید ملاریا و نیز پیرامون ارتباط منابع آب با بیماری های انتانی صحبت خواهیم کرد. با تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. سلام بر شما، احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز یک شنبه 29 هوت سال 1395 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه افزون بر گزارش ها و خبرهای مربوط به افغانستان، شما را از رویدادهای مهم و جالب در سایر نقاط جهان نیز آگاه خواهیم ساخت. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیتی ملی افغانستان، هشدار می دهد که در برابر پالیسی اسلام آباد در مسدود ساختن سرحد، افغانستان شاید چنان استراتژی را روی دست گیرد که نتایج آن به نفع پاکستان نخواهد بود. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که مقامات پاکستانی در صحبت با آقای اطمر اطمینان دادند که راه‌های مرزی به زودی باز خواهند گشت. افغانستان دولت به کچیری دی دروازو بندخت ادامه پیدا کړي، په داسې پریکړو فکر وکړي چې هغه به بیا د پاکستان په منفعت نه وي. له همدغه خاطره د افغانستان دولت په دې عقیده او باور لري چې هغه څه چې د دوی استازي په لندن کې ژمنه وکړه دغه دروازې ژر پرانستل شي. از جانب دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان افزود که روسیه به زودی میزبان نشستی به اشتراک 12 کشور راجع به اوضاع افغانستان خواهد بود. پلان لری او تم لری چې د افغانستان د سولې په اړه د دولس هیوادونو یو کنفرانس په مسکو کې دعوت کی چې په دې کې به تابعاً افغانستان یو محوري نقش لري او د متحدو ایالاتو په شمول به ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په روان دی پروسه کې په شکل د اشکالو دخیل دی او نقش لري په دې کې دعوتیږي. د افغانستان دولت د دې اصل او د دې درخواست سره موافقه وکړه او په پوره قوت به د پوره او واضح استدلال سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي. در حالی که سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان از حضور نیرومند افغانستان در نشست آینده در روسیه صحبت می کند، اما وزیر خارجه افغانستان امروز گفت که حکومت پس از روشن شدن چگونگی و هدف این نشست راجع به اشتراک در آن تصمیم خواهد گرفت. صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، امروز به منظور اشتراک در نشست کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش کابل را به قصد امریکا ترک کرد. او گفت که در نشست ائتلاف ضد داعش چگونگی تهدیدها، آزمونها، مبارزه با تروریسم و به ویژه داعش را مطرح خواهد کرد. البته قرار است سومین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش تا 3 روز دیگر در ایالات متحده آمریکا برگزار شود. آقای ربانی میگوید که در حاشیه این نشست با وزرای دفاع خارجه، و مشاور امنیت ملی ایالات متحده و نیز با سرمنشی ملل متحد دیدار و گفتگو خواهد داشت. تا زمانی که پناهگاه‌ها و مراکز تروریستی به خاطر تشویق و تقویه تروریسم وجود داشته باشه، ما در این مبارزه موفق نخواهیم شد و بنابراین تلاش ما همیست از کشورهای دوست، از که بالای کشورهایی که با تروریسم پناهگاه میتن و تروریسم به تروریسم خوب و بد تقسیم میکنن، باید اقدامات جدی بگیرن و تصامیم جدی علیه آنها گرفته شود. او افزود که انتظار دارد تا طرح جنرال نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، مبنی بر افزایش سربازان امریکایی در افغانستان پذیرفته شود.
چنانچه شنیدید روسیه به زودی میزبان کنفرانس راجع به افغانستان خواهد بود. نقش روسیه در مسائل افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ نظرتان را در این رابطه میتوانید همین اکنون در زیر ویدیوی نشر مستقیم در فیسبوک صدای امریکا با ما شریک سازید. همکارم لحظات بعد تبصره هایتان را در همین برنامه مرور خواهد کرد. جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI در جلسه سه‌ماهه‌ای در برابر کنگرس روی تحقیقات در بخش روابط میان کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و روسیه شرکت خواهد کرد و این اولین فرصتی است که وی برای ارائه علنی معلومات روی چگونگی پیشرفت این تحقیقات دارد. پرسش های زیاده وجود دارد، اما پاسخ ها در حال کافی نیست که کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده برای آشکار ساختن ادعاهای رئیس جمهور ترامپ در محضر عمومی آمادگی می گیرد. از نظر امنیت ملی آنچه را که رئیس جمهور مطرح می سازد نگرانی بزرگ است. اعضای حزب خود رئیس جمهور با دموکرات ها پیوسته می گویند آنها هیچ نشانه یا شواهد برای اثبات ادعاهای توییتر ترامپ در دست ندارند. ما هیچ شواهدی در دست نداریم. من فکر نمی کنم کدام استراق سم در اماراتی که دونالد ترامپ است صورت گرفته باشد. رئیس کمیته استخبارات مجلس حمایت دو حزبی از همکاران مجلس سنای خود را حاصل کرد. یک روز بعد از آن سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام خواستار پاسخ به آن ادعاهای FBI شد. این یک مکتوب بسیار ساده درخواستی بود. آیا حکم کدام محکمه در آن صادر شده بود؟ آیا در هر نقطه ایالات متحده اجازه موجود بود که بر مبارزات انتخاباتی ترامپ نظارت صورت گیرد؟ و در حال که FBI یا اداره تحقیقات فدرال به سناتوران وعده داده است که در مورد آن گزارش دهد، جیمز کومی رئیس آن با پرسش های دشوار روبروست. ما از رئیس FBI می پرسیم که آیا کدام مدرک برای اثبات ادعای رئیس جمهور دارد یا خیر؟ رئیس جمهور به روز چهارشنبه اتهام خود را در یک مصاحبه با خبرگزاری فاکس نیوز گسترش بخشید. یک استراق سم چیزهای مختلف و زیاده را در بر می‌گیرد. من فکر می‌کنم که شما بسیار موارد جالبی را دریافت خواهید کرد که در دو هفته آینده برملا و آشکار خواهد شد. کمیته استخبارات مجلس از FBI نام شهروندان تحت نظارت را خواسته می‌گوید که این امکان وجود دارد که ترامپ و یا همکاران او در این فهرست ظاهر شوند و آن مشکل دیگری برای رئیس جمهور خواهد بود. این مسئولیت واقعاً بر دوش او خواهد بود تا خیلی واضح ماهیت کسانی را که تماس حاصل کردند و چگونه تماس داشتند را توضیح دهد. و در حالی که یک مجلس استماعی نمیتواند با ماها سوالات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده رسیدگی کند، ممکن است جلسه عمومی بر روز دوشنبه آغاز شود. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در آخرین روز سفرش به ممالک آسیایی گفت که ایالات متحده در انتظار ملاقات میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و شی جین پینگ همتای چینیش می باشد. فعالیت های هسته‌ای کره شمالی و خطرات احتمالی ناشی از آن در صدر اولویت سفر آقای تلرسن به آسیا و صحبتش با همتای چینیش قرار داشت. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده پس از ملاقات با وانگ هی همتای چینیش گفت تنش‌ها در شبه جزیره کوریا در یک سطح خطرناک قرار دارد. وزیر خارجه وانگ و من صحبت‌های مفصلی در مورد کوریای شمالی داشتیم و آقای وانگ روی پالیسی خود در مورد کوریای فاقد سلاح هسته‌ای تاکید ورزید و ما نظریات خود را در مورد بلند بودن سطح تنش‌ها در شبه جزیره کوریا در اوایل این هفته وزیر خارجه ایالات متحده از چین خواست تا تلاش‌های خود را برای ترغیب کره شمالی جهت صرف نظر کردن از برنامه هسته‌ایش افزایش بخشد. و همچنان چین را ترغیب نمود تا تعزیرات ملل متحد را که به منظور ایجاد فشار بر حکومت کره شمالی وضع گردیده به صورت کامل تطبیق کند.
در همین حال وانگ یی وزیر خارجه چین در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای تلرسن گفت بازدید وزیر خارجه ایالات متحده زمینه ملاقات بین رؤسای جمهور چین و ایالات متحده را مساعد ساخت. آقای یی گفت روابط دو جانبه بین ایالات متحده و چین در یک مسیر مثبت رو به پیشرفت است. ما مذاکرات جدی و عمیق در مورد موضوعات مربوط به ملاقات بین رؤسای جمهور چین و ایالات متحده داشتیم که در آینده نزدیک صورت می‌گیرد. ما آمادگی ها را آغاز کرده ایم و موافقه کردیم که به ارتباطات خود ادامه دهیم تا موفقیت ملاقات بین دو رهبر تضمین گردد. از جانب دیگر در حالی که فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی در محراق مذاکرات وزیر خارجه ایالات متحده و مقامات چین قرار داشت، کره شمالی یک ماشین نو راکت را آزمایش کرد که مورد ستایش رهبر کره شمالی قرار گرفت. کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی این آزمایش را میلاد جدید صنعت راکت سازی در این کشور عنوان کرد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. مقامات فرانسه میگویند مهاجمی که دیروز در میدان هوایی اورلی نزدیک شهر پاریس سعی کرد بر نیروهای نظامی گلوله‌باری کند مسلمان بود و گمان می‌رود که با تندروان اسلامی ربط داشت. بر اساس گزارش‌های تازه، فرد مهاجم هنگامی که می‌خواست تفنگ یک سرباز زن را از او به چنگ آرد فریاد زده بود که می‌خواهد به خاطر الله جان دهد. مهاجم از سوی دو نظامی فرانسوی با ضربه گلوله کشته شد. او بعداً زیاد بن بلقاسم 39 ساله شناسایی گردید. این رویداد باعث شد که ترمینال میدان هوایی اورلی موقتاً مسدود و تخلیه گردد. پدر و برادر مهاجم مظنون توقیف شده و رویداد به مثابه یک حمله تروریستی تحت تحقیق قرار دارد. یک سفینه شرکت خصوصی فضایی موسوم به اسپیس اکس که اکمالات به وزن 5,500 پوند را به ایستگاه بین المللی فضایی رسانیده بود، امروز یک شنبه آن ایستگاه را به قصد زمین ترک کرد. دو فضانورد مقیم ایستگاه بین المللی فضایی سفینه موسوم به اژدهای اسپیس اکس را از نهایت یک بازوی روباتیک ایستگاهشان در فضا رها ساختند. سفینه اکمالاتی دراگون یا اژدها به تاریخ 19 فوریه از پایگاه ناسا در فلوریدا پرتاب شده و به تاریخ 23 فوریه به ایستگاه بین المللی فضایی رسیده بود. اکنون که در راه برگشت به زمین است، توقع می رود با محموله 5400 پوند که شامل نمونه های تحقیقاتی می شود در اقیانوس آرام فرود آید. این یگانه سفینه اکمالاتی است که می تواند صحیح و سالم دوباره به زمین برگردد. چک بری است، بنیانگذار موسیقی راکن رول و گیتارنواز و افسانه سرای مشهور آمریکایی، به عمر 90 سالگی از جهان درگذشت. او با سروده هایش در موسیقی نو راکن رول انقلابی برپا کرده بود. چک بری با داشتن حدود بیش از 30 آهنگ جاودانه، موسیقی سرایان همچون گروه بیتل ها و رولینگ ستونز را الهام بخشید. بری از شهر سنت لوئیس ایالت میزوری بود و حوالی ظهر دیروز در خانه اش جان داد. ستاره افغان یکی از برنامه‌های پرطرفدار در افغانستان است. اخیراً زلاله هاشمی، یکی از بانوان رقابت کننده، توانسته است به بخش نهایی این برنامه راه یابد. حضور بانوان افغان در آوازخوانی و سایر عرصه‌های هنری اخیراً بیشتر شده است. گزارش در مورد تلاش‌های زنان در عرصه فرهنگی را از همکارم شیلا ناصری می‌شنویم. در رقابتی که همیشه مردان در آن سهم گرفتند، زلاله هاشمی، بانوی 18 ساله افغان، اولین بار است که در 12 سال در رقابت نهایی ستاره افغان راه یافته است. برای یک بانوی افغان از ننگرهار که اخیراً در آن طالبان و داعش باعث نارامی‌ها شده است، این یک دستاورد عالی است. زلاله یگانه آوازخوان در خانواده افراد سیاسی است، اما مادرش در راستای آوازخوانی زلاله را تشویق نموده است. در آغاز که به برنامه آمدم بسیار حراس داشتم، اما بعدن زمانی که حمایت مردم را دیدم حراس خود را فراموش کردم و فکر کردم که می توانم این کار را انجام دهم. در میان قضات برنامه زلاله بیشتر از آریانا سعید، هنرمند افغان، الهام گرفته است.
آریانا سعید در زمان جنگ های داخلی به لندن مهاجر شده است و از طریق سروده هایش برای حقوق زنان کمپاین می کند. طی رقابت ها در ستاره افغان آریانا نتوانست حمایت خود را از زلاله پنهان نماید. زلاله که به دور نهایی ستاره افغان رسیده است به این معنا است که مردم از زنان حمایت می کند و از خانه خود را برای پذیرفتن زنان آوازخوان باز کردند و آنها بانوان هنرمند را می پذیرند که واقعا عالی است و جای بسیار خوشی است. ستاره افغان که در سال 2005 برنامه هایش را آغاز نمود مورد انتقاد شدید قرار گرفت، اما برنامه با حضور صدها بیننده و پیش رفت. اما سال گذشته تلویزیون طلوع هدف طالبان قرار گرفت. بعد از آن این برنامه در پایگاه خاص با امنیت شدید و مهمانان کم اجرا می شود. ما در تلویزیون طلوع همیشه تلاش داریم تا مردم رشد نمایند و مردم صدای خود را بلند کنند و در بخش فرهنگ مردم را کمک نماییم، به خاطر که ما یگانه منبع تفریحی برای این کشور هستیم. تغییر به طور واضح رونما شده است. در فصل‌های اول برنامه ستاره افغان با حضور چند بانوی افغان برگزار می‌شد. اکنون بیشتر از 20 بانوی افغان در برنامه شرکت می‌کنند. و اگر قسمت یاری نماید و زلاله رای بیشتر به دست آورد، وای اولین بانوی افغان است که برنده نهایی ستاره افغان خواهد بود. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. پس از سقوط رژیم طالبان، دختران افغان فرصت‌های تحصیلی یافته و رشد نمودند. اکثر بانوان با تکمیل تحصیل در خارج از کشور به کشورشان برگشته و در فراهم آوری زمینه کار و تحصیل برای سایر دختران افغان سعی می‌ورزند. یکی از این بانوان نیلوفر سخی، فعال حقوق زنان و رئیس بنیاد خدمات و فعالیت‌های اجتماعی زنان افغان است که از 15 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد. او اکنون محصل مقطع دکترا در پوهنتون جورج میسن است. نیلوفر سخی امروز مهمان برنامه ماست که برایشان خوش آمدید میگویم. خب بانو سخی سلام و خوش آمدید به برنامه ما. در اول اگر نظر خود را در این مورد بتین که دستاوردهایی که بانوان افغان در چند سال اخیر داشتند، دوباره بر گسترش فعالیت های زنان در افغانستان چقدر تاثیر گذاشته؟ تشکر. سلام به شما و سلام به بیننده های شما. در 17 سال اخیر، 16 سال اخیر، خانم ها دستاورد های بسیار زیادی در سطح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشتن. فعلا ما شاهد از این هستیم که بعضی از زنای با تجربه و با علمیت ما فعلا در پست های سیاسی حضور دارن داخل کشور و بیرون کشور، که خودش یک دستاورد است. این دفعتن با دست نیاورده، با دادخواهی های پی در پی، با فشارهای پی در پی و با ترینینگ ها و ظرفیت سازی های مختلف در هر عرصه دستاورد ما امروز داریم. زنان در سیاست نقش برازنده دارند فعلا، در پارلمان و در کابینه و در پست های گوناگون در نهادهای دولتی. چقدر در پالیسی سازی تاثیر گذار هستند؟ در پالیسی سازی خوب بوده، اما من خودم شخصا برای تجاربی که دارم بسیار مطمئن و بسیار خوش نیستم، به خاطر اینکه زیادتر پالیسی ها ایجاد شده اما پالیسی ها جامعه عمل نپوشانده. پالیسی های خوب داریم با سطح نوشته و با سطح مکاتب مختلف در دولت و بیرون از دولت، در بخش اقتصادی سیاسی زنان، بخش اقتصادی هم خصوصا، اما متاسفانه وقتی این پالیسی ها به تطبیق جاری میشه نتایج خوبی را ما نمیبینیم. نتایج با چالش های مختلف این پالیسی ها روبرو میشن وقتی در پروسه عمل میرن. به این خاطر من میخوام بگم که پالیسی ها به طور عموم خوب بوده، اما تطبیق پالیسی ها در افغانستان از تطبیق پالیسی ها گفتین، از توشیح قانون محو خشونت علیه زنان تقریبا چند سال میگذره. بله. که طی فرمان اجرایی در وقت آقای کرزی توشیح شد. بله. ولی تا حال هم سطح خشونت در برابر زنان کاهش نیافته بلکه افزایش یافته بنابر برخی از گزارش ها. دلیلش چی بوده میتونه؟ چرا؟ یک دلیل مهم من فکر میکنم عدم تطبیق قانون است، و تا وقتی که قانون در افغانستان تطبیق نشه و کسی که یعنی شخصی یا که خودش خشونت میکنه علیه زن، او را دولت و یا نهادهای عدلی و قضایی به جزایش نرسانن، من فکر نمیکنم که این مفکوره ایجاد شما بین مردم حتی که خشونت باید از بین بره یا باید علیه زن خشونت نشه یا باید زن را نزنند، زن را یا انواع و اقسام خشونت هایی که وجود داره. من فکر میکنم امی عامل مهم در اینجا اینمیست که خود قضیه شهید فرخنده هم یکی از مثال هایی است که ما داریم که تا حال بعد از 2 سال نتانسته که امو قضیه به نحوه خوبش
عاملین از قضیه جذابتر. از قضیه فرخنده یاد کردین با فرارسیدن نوروز که یک روز خوش است، از طرف دیگه سال روز مرگ فرخنده فرارسید که همه را به یاد فرخنده انداختن. خب این واقعی کشته شدن فرخنده در او یک حالت چه تأثیری را بر ذهنیت عام در افغانستان خصوصا بر ذهنیت زنها بر جا گذاشت؟ من خودم یک زن هستم، در افغانستان کار میکردم و کار میکنم و میالیم از طریق مختلف. من فکر میکنم اولین چیزی که به ذهن خودم ایجاد کرد که من دیگه امنیت در افغانستان ندارم. ما شاید سرسرکم همی به ما سنگ انداختن شود، شاید مرا بکشن، شاید من نتارم به دفتر برم، شاید من نتارم مکتب برم. از این که خودم اونو احساس دارم فکر میکنم که هر زن اولین فکری که به هر زن آماده باشه ایست که خب مسئولیت ما دیگه در این کشور وجود نداره. خب اون مقطعی است طبعا. من نمیگم که طور عموم است، ما هنوز همگی ما امیدوار هستیم کسایی که در شغل زن کار میکنیم و نمیخوایم ما ناامیدانه برخورد کنیم به موضوع زنان، اما دفعتا اونمو یک مفکوره در ذهن همگی ما آمد که ما دیگه امنیت در این کشور نداریم. با وجود این همه مشکلات به زنان نخبه و تحصیل کرده خصوصا در خارج از افغانستان که حضور دارن پیام شما چیست؟ چی کرده میتونن تا وضعیت زنان را در داخل افغانستان بهبود ببخشه؟ من کاری که خودم میکنم و پیامی که به همکارا و دوستایم دارم در رسه است که با موضوع زن پروژوی برخورد باید نشود. موضوع زن یک پروژه نیست، نه باید دولت با این پروژه برخورد کنه. خانواده‌های بین‌المللی اگه میکنن پروسسشون از کارشون است، ما با اونا کار نداریم. اما دولت افغانستان، دولت‌ها وقتی به یک قضیه پروژوی برخورد کنن، تا وقت پروژه و فن باشه اون موضوع زنده است، تا وقت پروژه و فن نباشه اون موضوع از بین میره. ما در 16 سال خودم شاهد ازی هستم که زیادتر پروژه ها و پروگرام ها در مناطق دوردست از خصوصا بخش زنها از دست رفته، گم شده، غیب شده بعد از چند سال به خاطر عدم پول و دونر ها اینا. اول خو این که و دوم سالیان که سر تعلیم و تربیت بسیار تمرکز کنند. و موضوع سوم است که باید مرحله رسیده که باید آقایان و مردها را ترنینگ بدیم. ترنینگ ها از بخش زنها باید کمتر شود و زیادتر تمرکزش به سر مردا باید باشه. زنده باشین. تشکر از شما، موفق باشین در کارهایتان. تشکر از شما. در بخش اول برنامه از شما خواسته بودیم تا در مورد نقش روسیه در مسائل افغانستان که میزبان کنفرانسی در ارتباط با افغانستان خواهد بود نظریات خود را با ما در فیسبوک شریک سازید. همکارم جیلا ناصری نظریات شما را مرور کرده و حال در استودیو با ما. جیلا جان چه تبصره‌هایی داده شده؟ باجام سلام خدمت شما و بیننده عزیز، بخصوص دوستایی که امکنون برنامه را به طور زنده از فیسبوک تماشا میکنین. با صرف ساعت‌ها کامل در ارتباط با گزارش‌های خبری امروز موضوعات برنامه ما دریافت کردیم و برخی از بیننده‌های ما در مورد موضوعی که شما پرسیدین نظریات مختلف را داشتن. از جمله میرزا خیل نوشته کرده که روسیه از بودن آمریکا در افغانستان و گسترش گروه داعش در آسیای میانه نگران است، بنابراین میخواهد گروه طالبان را علیه آمریکا و داعش حمایت کند. بیننده دیگه ما به نام فیاض احمدی نوشته کرده که هدف روسیه از این کنفرانس بدنام کردن آمریکا است تا بتواند توجه مردم افغان جلب کند و از سرحداتش در برابر آمریکا دفاع کند. بیننده دیگه ما امیر اکبر ایرامیز کبیری نوشته کرده که اگر نقش روسیه در افغانستان جنبه انکشافی و اقتصادی باشد به نفع افغانستان خواهد بود، اگر جنبه سیاسی یا نظامی داشته باشه به ضرر افغانستان خواهد بود. و تشکر نظرات سایر دوستا که در صفحه فیسبوک با تماشای گزارش‌های تلویزیون آشنا امروز با ما شریک ساختین. با امید از اینکه باز هم فردا بیننده پخش زنده برنامه ما در فیسبوک باشه. ملاریا یکی از امراض بسیار معمول اما خطرناک در موسم تابستان بوده که در افغانستان نیز هر سال تعداد زیادی به شمول کودکان را رنج می دهد. دانشمندان در غرب تلاش دارند تا برای محو این بیماری واکسین را ایجاد کنند. در این عرصه پیشرفت هم صورت گرفته و انتظار می رود که تا دو سال دیگر یک واکسین ضد ملاریا به بازار عرضه شود. آزمایش این واکسین البته واکسین جدید نزد دو نفر نتایج مؤثری هم در پی داشته است. محققین آلمانی میگویند آنان طی یک مطالعه کلینیکی یک واکسین نهایت مؤثر ضد ملاریا را تولید کردند که قرار است تا دو سال دیگر مورد استفاده قرار گیرد. ما یک واکسین ملاریا را که با یک روش نسبتا جدید همراه است ساخته ایم. ما پرازیت زنده ملاریا را به بیماران دادیم که در عین زمان از تابلت های ضد ملاریا استفاده می کردن و با این روش واکسین را ساختیم
که 100% موافق بود. این گروه محققان به این باورند که آنان می توانند مطالعات بیشتر انجام دهند تا از آن طریق استفاده از این واکسن را در سایر نقاط پیشنهاد کنند. و سپس با تعقیب آزمایشات وسیع‌تر برای بیماران مصاب به ملاریا در آفریقا قابل استفاده باشد. بیماری ملاریا بیش از 400 هزار نفر را که بیشتر آنان در جنوب صحرای آفریقا به سر می‌برند در سال 2015 هلاک کرده است. قرار احصائیه سازمان جهانی صحت آمار اخیر نشان می‌دهد که هر سال 212 میلیون نفر به بیماری ملاریا مبتلا می‌شوند. آن سازمان اذهان داشته که 429 هزار نفر اکثرا کودکان در جنوب صحرای آفریقا به خاطر ابتلا به بیماری که عامل آن پشه به نام انافیل می باشد می میرن. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است: تعهد و منشور صدای آمریکا، خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامع. رئیس موزیم ملی افغانستان هشدار می‌دهد که در آن عده ساحات باستانی که زیر کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارد، به گونه غیر قانونی و غیر فنی حفریات صورت می‌گیرد و آثار تاریخی به دست آمده به خارج قاچاق می‌شود. با این حال در 15 سال اخیر حکومت افغانستان بیش از 10,000 اثر باستانی قاچاق شده به خارج را دوباره به افغانستان برگردانده است. حسیب مودودی با شرح بیشتر. موزیم ملی افغانستان بار دیگر در حال مبدل شدن به نمایشگاه تاریخ و فرهنگ افغانستان و منطقه است. این موزیم که 70% بیش از 100 هزار آثارش را در جریان جنگ‌های تنظیمی و رژیم طالبان از دست داده بود، بار دیگر صاحب بیش از 60 هزار آثار تاریخی شده است. به تازگی هم ژاپن این 102 قطعه آثار باستانی قاچاق شده را دوباره به این موزیم بازگردانیده است. از 5 صحیح بسیار مهم و عمده این آثار تشکیل شده. یک تعداد از این هم نقاشی‌های دیواری هستند که متأسفانه در جریان جنگ‌های داخلی از مغاره بامیان کنده شده و قاچاق شده بود. در 15 سال اخیر بیش از 10,000 قطعه آثار تاریخی افغانستان دوباره به این کشور بازگردانیده شدند. 5,000 قطعه آثار دیگر از مناطق مختلف افغانستان گرد آوری شدند و 500 قطعه آثار تخریب شده از سوی طالبان نیز بازسازی شدند. اما هزاران اثر ارزشمند افغانستان هنوز هم ناپدید هستند. با سازمان بین المللی یا شورای بین المللی موزیما ما در تماس هستیم، با پلیس انترپول در تماس هستیم و همچنان با موزیما در تماس هستیم تا اونا به شکل مختلف وقتی که آثار ما را در یک جایی میبینن یا در کدام اکشن هاوس یا چیزی مبرن بر ما اطلاع بدن و ما در مورد اقدام میکنیم. موزیم ملی افغانستان با نزدیک به 100 سال پیشینه گواه فراز و فرودهای زیادی بوده است. عبدالله حکیمزاده که نزدیک به 40 سال است که در این موزیم کار میکند، روزهای از هنگام حاکمیت طالبان را به یاد دارد که به گفته او سراسر سیاه و تاریک بودند. یک کسی که با یک عمر به سال موزیم دار کار کنند، یک عمر تیر کنند، اونا چیزی که پدیده که مثلا آثار مانند فامیل خود حفظ کنند و پیش روی از اونا شکسانده شود، آدم درد از او را میفهمد که درد مشکل است. اما ظاهراً روزهای سیاه موزیم ملی افغانستان پایان یافتند و اکنون اینجا به محل برای تفریح و تحقیق مبدل شده است. روزانه 150 تا 200 نفر از این موزیم بازدید میکنند. جالب برای تمام شد در قرون گذشته در گذشته های ما با خبر ساخت مرم اما تا دیده میشه که بسیار از قدیمی ترین چیزا در این موزیم ملی افغانستان هستن. با این حال مسئولان موزیم ملی افغانستان در حال ساخت یک دیتابیس برای ثبت آثار موجود و آثار غارت شده این موزیم هستند تا هم این آثار حفظ شوند و هم اگر نشانه از آثار قاچاق شده به دست آید بتوانند آن را دوباره به خانه بازگردانند. سید حسین مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت.
به پایان بخش دری برنامه امروز رسیدیم. تا لحظات بعد بخش پشو با داشاهای تازه تر با میزبانی همکارم سید سلیمان آشنا آغاز خواهد شد. خدا نگهدار. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. با طول و چارو که در امریکا غگ در ارزختون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا